بسم الله الرحمن الرحیم. نثار امیرالمومنین صلوات الله علیه صلوات یدیه فرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وارد جلد دو میشیم. جلد دو خیلی نکته داره. نه ما همه رو نگفتیم که ما مباحث آخر جلسه پیشمون گفتیم جلسه فرجه داریم. میخواید توهین به ما مثلا از کردن نخونیم. حیفم میاد. یه وقتی گذشت دیگه اینو البته من نه ما یه جایی توجیه کردیم تو مباحث تو سخنرانی هامون راجع به ائمه پایانی چند بار گفتیم که به چه جهت ائمه مورد هجوم بودن چون از دوران تقیه و اینا عبور کرده بودن تصریح میکردن لذا دیگه مخالفی نمیتونستن بیان تو درس امام شرکت اولا که دو امام پایانی که اصلا تحت نظرن هیچ تحت نظرم نبودن شما مثلا فرض کنید به عنوان نستجیب الله فرقه زاله نگاه میکردن رؤسای فرقه های زاله نگاه میکردن لذا نمیرفتن تو درس اینا شرکت کنن بایکوت سیاسی خبری فرهنگی بودن لذا موضع گیری میکردن ما در مورد حالا همین خلاصه بگم و بریم سراغ بحثمون در مورد شهید اول که به شهادت میرسه به ایشون نسبت مثلا نستجیر رو به الله از شرابخواری بگیرید تا مثلا اشکال در توحیدی تا مسائل فحشایی معلوم آقا شهید اینطور بوده طبیعتا تخریب صورت گرفته دقت میکنید همین تخریب در مورد اهل بیت هم هست بعد حالا بگم چرا کتاباش جایی رواج نداره خب شما اصلا اجازه ندادید لذا ائمه پایانیمون از این جهت خیلی مظلومه و اگه یه سندم خواستید همین کتاب ابقات بخش حدیث سفینش یه جایش مفصل به اینا پرداخته البته نه با تحلیل تاریخی که من عرض کردم با اینکه اهل سنت نسبت به ائمه شیعه بی حرمتی کردن شما نگاه کنید هرچی به ائمه پایانی میرسه بی حرمتی هاست تصریح میشه اصلا تکذیب کردن این تو وساقتشونو و این مال همون فضاست به نظر من اما جلد دوم شروع جلد دوم این که البته جلد دوم با تقسیم بندی این آقای مرحوم غلام رضای مولانای بروجردی که کتابو از چاپ سنگی چاپ تایپی حروفی منتشر کرده جلد دوم دیگه اصل کتاب ابقات بخش قدیر که در جلد نبوده که سنگی بوده میگه فخر رازی میگه که در نهایت العقول کتاب نهایت العقول فخر رازی خودش ادعا میکنه که من قول مخالفان خودم را در بهترین تقریر آوردم و بعد نقد کردم انصافا کسی بخواهد بدونه که اشعری ها چی میگن شاید بشه گفت بهترین کتابی که معلوم میکنه اشعری ها چه میگوین این نهایت العقوله در 4 جلد اخیراً چاپ شده نسخه خطیش مال ایران بوده نسخه خطی نهایت العقول چاپ ارزخان نسخه منحصر به فرد داره نهایت العقول فخر رازی ظاهرا مال مجلس بوده اینجور تو ذهنم بعد این چاپ شده در 4 جلد یه نزدیک 200 صفحه یه کم کمتری هست که مباحث امامت رو نقد کرده و انصافاً خوب بحث کرده گرچه خب طبیعتاً ما قبول نداریم در بین علمای شیعه یک فردی نهایت العقول رو در 5 جزء مفصل نقد کرده که اون سید دلدار علی نقویه سید دلدار علی نقوی از فقهای برجسته قرن اوائل قرن 13 1200 خورده‌ای هندی در هند دو تا خانواده بزرگ هست آل ابقات و آل این سید دلدار علی به آل سید دلدار علی میگن که خاندان اجتهاد سلام علیکم میگن خاندان اجتهاد خاندان اجتهاد مراجع هند معمولا مال این خانواده‌ان فقهای آیت الله العظمای هندن آدمای مهمی هستند و خانواده مرحوم میرحان حسین رحمت الله علیه بیشترشون تو مباحث فقهی ورود نمی کردن به بعد بحث امامت و اینا می پرداختن ایشون در 5 جزء کتاب رو نقد کرده
دو سه جلدش چاپ هم شده سنگی، بخش امامتش تا به حال سنگی هم به زیور طبع آراسته نشده است. حدود 900 صفحه خطیه. دقت فرمودین؟ 900 صفحه خطی. پدر جد کسی در میاد بخواد اینو پیدا کنه، یه 200 صفحه ایشو تو اینترنت میشه پیدا کرد از این 900 صفحه، قابل خوندن نیست چون میکروفیلمه، یعنی عکاسی سیاه‌سفید کمرنگ افتضاح داغونه. دو نسخه ما ازش پیدا کردیم، دو نسخه از همون 900 صفحه که یکیش مال آستان قدس رضویه، قابل خوندن هست ولی به سختی، که یه مردی اگر پیدا بشه خیلی خوبه که این کتابو برای اولین بار در تاریخ تشیع این کتابو تصحیح کنه و چاپ کنه. 900 صفحه مثلا احتمال زیاد 5 جلد یا 4 جلد میشه، 5 جلد فکر کنم میشه. بخش امامتش، بخش توحیدش و اینا چاپ شده، ظاهرا 3 جلدش تو ذهنم چاپ سنگی هم داره. اسمش اماد الاسلام یا یه کتاب دیگه ای که حالا اسمش یادم نیست، شبیه مرآت ال... الان یاد اسمش یادم رفت، مرآت الاصول، مرآت العقول فی رد نهایت، مرآت العقول فی، مرآت الاصول فی رد نهایت العقول، همچین چیزی، او اماد الاسلام، دو تا اسم داره کتاب. تو این نهایت العقول که فخر رازی حرف زده، یه جایش به بحث قدیر پرداخته. بحث ما یادتون باشه این بود که اصلا این کتاب خبر واحد نیست و اینا، مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه میاد میگه خب تو این فضا فخر اومده چیکار که صحت حدیث رو منکر شده، لذا رفته سراغ فخر. عبارت فخر اینه که ما لا نسلم صحت الحدیث، ما صحت حدیث رو قبول نداریم، اما دعواهم العلم الضروری به صحتی فهی مکابره. کسی بگین علم ضروری یعنی متواتر نیست، مکابره است. کسی ادعا کنه تواتر داره حدیث قدیر، چرا؟ لعنا نعلم انه لیس العلم به صحتی کالعلم وجود محمد علیه السلام و غزواته مع الکفار و فتح مکه. میگه ایناست واضح متواترات تابلو، مثل وجود پیغمبر و جنگ های پیغمبر با کفار و فتح مکه و اینا. بله العلم به صحت الاحادیث، نه در سطح این متواترات نیست، بلکه در سطح بله العلم به صحت الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه اقوى من العلم به صحت هذا الحدیث. روایت که در فضائل صحابه اومده از این چیه؟ اقواه از این حدیث قدیر. من هم یقدهون فیها، تازه علمای ما در این روایات فضائل صحابه گاهی قد هم میکنن که اونا از این قوی تر. از کان کذالک فکیف یمکنهم القطع به صحت هذا الحدیث، اونا که اصح حرف توش هست، این که دیگه هیچ. و ايضا فلان كثيرا من اصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، این حدیث رو اصحاب حدیث نقل نکردن، کل بخاری و مسلم و الواقدی و ابن ابي اسحاق، بخاری مسلم نام نقل نکرد. بل الجاهز ابو داوود سجستانی و ابو حاتم رازی و غیره من ائمه الحديث قدحوا فيه، بلکه بعضی از ائمه جرح و تعدیل روایتش کار کردن، تضعیف هم کردن. و استدلوا علی فساده، بر فسادش استدلال کردند، به قوله علیه السلام قریش و الانصار و جهینه و مزینه و اسلم و غفار موالیدون الناس کلهم لیس لهم موالیدون الله. میگه یه روایتی دارن که نشون میده اون رو میزنه. و ثانی و هو ان الشیعه از امون انه علیه السلام انما قال هذا الكلام به قدیر خم من فی منصرفه من الحج، اینا ادعا میکنن در برگشتش پیغمبر از حج گفته، در حالی که ولم یکن علی مع النبی فی ذلک الوقت فانه کان بالیمن، اصلا علی یمن بوده اونجا نبوده که. پس چند تا خلاصه این نیم سفر رو شما میبینید که حالا حالاها
مرحوم اینا چون واقعا رد کردن با بحث کردن خیلی فرق داره و ما هم البته اینجا هدفمون پاسخ به فقه نیست تو این مباحث، روش بحث مرحوم اینا هم دوست داریم. ایشون شروع میکنه پاسخ دادن، میگه که از این عبارت ظاهر است که فخر رازی به مزید سقیف سازی و گاو تازی. خیلی خوب تیکه انداخت، گاو تازی اشاره به گوساله سامری داره. حصول علم را به صحت حدیث قدیر مکابره میداند و آن را از درجه متواترات ساقط و از پایه معلومات هابط میگرداند و بران هم اکتفا نکرده، علم را به صحت احادیث در فضائل صحابه اقوا از علم صحت این حدیث میداند. اولا یادتون باشه بحثای تواتری رو قبلا گفتیم. یه نکته هم به شما عرض کنه، اونایی که مخشون کار کنه حدیث قدیر رو از جهت دلالی نمیزنن. خب بهتره بیان از جهت سندی بزنن. درسته سخته تو اقیانوس از درخت بالا رفتن، فهم من نشون من اینجور میفهمم او میبینه که سند رو بزنه خیلی راحت تره. لذا شما ببینید اهل تفکر اهل سنت عمدتا در سند حدیث حرف دادن، مثل تفتازانی، مثل ایجی، مثل فخر، اینا میدونن که حدیث چیه، لذا میگن آقا این یا صحیح نیست یا خبر واحده. دقت میکنی؟ و این خودش یه قرینه است. خب مرد حسابی تو بگو این چه ربطی داره به اون موضوع، بیا رو دلالتش حرف بزن، چرا حرف چرند میزنی؟ و چطور اینایی که مخاشون کار میکنه همینجوری چرند میگن؟ این معلوم میشه که تو اونجا سخت حرف زدن، یعنی یه چیزی بخواد چرند بگه سخت‌تره. البته فخر رازی توی دلالت هم یه نکته مهم داره که حالا بهش خواهیم رسید، ولی چرا رو سند حرف میزنید که این همه نقل داره؟ یا اینقدر شوتن؟ یعنی باید گفت اشاعره خیلی حدیث نمیفهمن، یا باید بگی که محتوای جوریه که مجبورن اینجوری بگن، بیان رو سندش حرف بزن. ما که در مورد تواتر حدیث بحث کردیم یه قدری، حداقل این عده فراوانی اومدن شروع کردن که جلسه پیش فقط یه نمونهش که سلسله احادیث صحیحه بود عرض کردیم که آقا طرق متعدد صحیح داره، این همه آدم تواترشو گفتن، نه ما دو تا ما اضافه کردیم به اونایی که مرحوم یونس گفته بود دیگه، گفتیم این دو تا رو پیدا کنیم چه بسا بگردی بازم پیدا کنی. یعنی هر کس انصافا این طرقو ببینه نمیتونه بگه متواتر نیست، لذا این قسمت جواب نمیده دیگه که تواتر داره. خب قبلا گفت دیگه، یه بار دلیل آورد. بعد میگه اینی که میگی، یعنی اون قسمت متواترات رو حذف میکنه دیگه، جواب نمیده. میگه اینی که میگی بل العلم به صحت الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه اقوا، خودت یه جایی داری که وقتی یه فاضل رشید خان از تفسیر نقل کرده، اونجایی که بحث آیه تطهیره که میخوای بحث تطهیر از همه گناهان رو مطرح کنی، میگی گفته لیوزه بن کمر رجس، شما توضیح دادی ای یوزیل و ان کمر ذنوب، فقط گفته لیوزه بن کمر رجس یعنی یوزیل و ان کمر ذنوب. بعد میگه شارحان کلامش رو بودن یوزیل و ان کمر ذنوب، یعنی یوزیل و ان کم تمام ذنوب را، یعنی میگه فلان فلان شد. تو اینجا منظورت اینه که بل العلم به صحت الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه، در مورد همه اینا همشون از حدیث قدیر یه دونه شو بیار ببینم. دقت میکنی؟ میگه این حرف شما ظهورش اینه که همه احادیث، اشاره میکنه به یه جایی تفسیرش، همه احادیث در فضائل صحابه از حدیث قدیر اقوا هم، پنج تا شو بیار. اول میگه که میگه کل، میگه من کوتاه میام یعنی اکثریت، بعد میگه من کوتاه میام صدقه بهت بدم، پنج تا روایت در فضائل صحابه بود که این حدیث قدیر طرقش بیشتر بالای 100 تا طریق داشته باشه، بعد چرن بگو آخه همینجوری بافتی، پنج تا بگو. میگه پنج تا بگو، نه همه نه اکثریت، پنج تا بیا. چرا همینجوری حرف میزنی؟ چون دلالت به معنی شیعیان قبول داره اینجوری
تی برداشته ما همینه، میگیم چون دلالت رو متوجه میشه که خوب نیست به پذیره میره توی سند. عرض کردم اصلا اشاعره مخای اشاعره تفتازانی ایدی فقر این همه سند رو زدن. مثلا که میخواد بگه که این روایت جوریه که اون روایت اقوا از این سندن، بله نمیرسه پای این که به تعارض با اونا برسه. میفهمه یه چیزی تو این هست دیگه، یعنی شما این معنا نداره حدیث هستن، هیچی نیست توش، فضیلتی نیست هستن، چه لزومی داشت اینو بگی؟ مرحوم میر حافظ اینجوری میگن، میگن شما در ذیل آیه تطهیر یذهب عنکم الرجس رو صفحه 5 گفتی یذیل عنکم الذنوب، ذنوب رو از شما ازاله کنه. شارحین کلامت گفتن یذیل عنکم الذنوب یعنی یذیل عنکم جمیع الذنوب. میگه اینجام که شما میگی بله علم به صحت الاحادیث جمع الف لام میاری، اینجام یعنی همه روایات فضائل صحابه از قدیر برترن. میگه که همه رو که ولش کن، اکثرم ولش کن، بلکه 5 یا 6 حدیث، میگه اگرچه 10 یا 15 بلکه 5 یا 6 حدیث در قوت حدیث قدیر تونستی بیاری، من حرف نمیزنم دیگه. میگه چی میگی الکی، حرفی پروندی دقیق نگفتی. ممکنه یه روایت باشه بعد وقت دارد منتهایشون میخوام، وقتی میگی همه احادیث و همه احادیث هزاران هزاره، تصریح به چیزی یعنی داشته باشه. ها آخه یعنی چی؟ الان شما این چی میفهمید؟ بله العلم به صحت الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه اقوام من العلم به صحت الاحادیث، یعنی چی؟ یعنی حداقلش یعنی اکثر روایات فضائل صحابه از این. میگه اولا که از معنای حرف خودت کل میفهمم، نه اکثر، نه 5-6 تاشو شما بیار. بعد میگه که ادعای این که دعوی علم ضروری به صحت این احادیث مکابره است، خودش مکابره بیش نیست. بعد اینجا به همون عماد الاسلام میگه ولنعم ما افاد مولانا الهمام فی عماد الاسلام، که همون کتاب عرض کردیم در رد نهات العقوله. نه آقا دقت کنی، میگه شما از لیوزیل انکم الذنوب کلام خودت دیگران فهمیدن یعنی تمام ذنوب، یعنی اسمت. خب شما که اینجا داری میگی یعنی تمام روایت فضائل، ایشون روشش اینه کلن که طرف رو با آنچه گفته ملزم کنه، دقت میکنی؟ بعد میاد میگه چی؟ میگه همه نه اکثر، نه 5-6 تا، میخواد از یه جایی بگیره که وقتی میاد پایین تر روشن میشه. بله و البته بی جهت هم نگفته، اگه رجوع کنید ببینید همون برداشت میشه، انصافا اون برداشت میشه، ولی میگه من نمیخوام رو این وایسم، این اکثرش که روشنه 5 تاش آقا هست. اینی هم که میگی مکابره است، خودش مکابره است. چون منظور چی از قطعی؟ که اونجا یه نقلی میاره از مرحوم سددلار علی نقوی که ظاهرا جز همینه که چاپ نشده، برای همین هم نویسنده هیچ متوجه نشده، نسخش به دستشون نرسیده بوده، که ایشون میفرماد صفحه 7 در کس خاص رجوع کنه، که میگه آقا این صدور معجزات و اینو وقتی میگی متواتر به معنی که همه جهان قبول کنن که نیست، وگرنه شما اصل نبوت انبیا رو همه قبول ندارن. اگه منظورت اینه که متواتر اون علم ضروریه که دیگه تو این عالم کسی منکرش نیست، میگه اصلا نبوت پیغمبر، نبوت انبیا، منظورت چی از ضروری؟ لذا مرحوم سددلدار علی اینجوری میگه آخرش که میگه مال مذهب خاصه دیگه، وگرنه نمیدونم یهود و صابئین و عبده نیران و فلان و اینا هم ممکنه شما رو نپذیرن، یه چیزای بین اونا متواتره، بین وقتی این متواتر درون اسلامه میگه، یعنی که شما بگید چطور مثل اون مثلا وجود پیغمبر این متفاوت از یه چیزی مثل حدیث قدیره،
نفس وجود امیرالمومنین با حدیث قدیر متفاوته. درسته؟ میگه شما اصلا چه مثالیه زدی؟ این که الان یه کشوری در به اسم ایران هست، با اینکه 250 سال 200 سال پیش 100 سال پیش مشروطه در ایران شده یا نه؟ مشروطه از مسلمات تاریخه، ولی ایرانی وجود داره تا مشروطه وجود داره، با هم میگین چه خلطی شما کردی؟ دقت میکنی که کأنه پیغمبر هست یا نه؟ میگه شما وقتی جای دیگه میگید متواتر، اینجوری منظورتونه؟ اینجوری که تو داری میگه اصلا متواتری نداریم، که شما بگی یه چیزی که بین همه مذاهب واضح و مبرهنه کشور ایران هست، الان ترامپ هم قبول داره که کشوری به اسم ایران هست، اینجوری منظورته؟ اصلا شما اصلا یه حدیث متواتر بگو وقت میتونی مکابره میکنی. وقتی ما میگیم متواتر، متواتر درون اسلامی داریم میگیم، و شما با هر معنی که بگید متواتر، حدیث قدیم متواتر، از اونایی باشید که چهار طریق رو میگن متواتر و هشت طریق و 15 طریق تا بگه آقا اینقدر باید باشه که دیگه نتونی احتمال تبانی بدی. با هر معنی بگیری قدیر میشه متواتر، حداقل جمله من کنتم مولا. و ما بازم میگیم جمله من کنتم مولا، یعنی خطبه قدیر خیلی حرف توشه. یکی از رفقای ما اسم آقای محمد علی موحدی یه کتابی در مورد خطبه قدیر داره، کتاب خیلی خوبیه، با اونجا بحث کرده در جایی خطبه قدیری که حفظ میکنن باش کربلا میرن اشکالات جدی مطرحه، اونجا بحث کرده و نشر معارف هم منتشر کرده، انصافا زحمت کشیده. اون خطبه رو ما نمیگیم، راجع به حدیث قدیر با هم صحبت میکنیم. بله، ناگفته هایی از خطبه قدیر یه همچین چیزی. نه، این که میگم آقای محمد علی موحدی نوشته، انصافا عالمانه نوشته کتابو. یعنی متنش مشکل داره؟ بله، محل بحث حسابی. بعد از این که استاد دلدار علی نقل میکنه، میگه که اینی که گفتی بعضی حدیثو قبول من نقل نکردن، یعنی حدیث به درد نمیخوره، داره پله پله میاد دیگه. متن نهایت العقول اینه، اولا که اینا ادعای علم ضروری کردن، چی ها گفتن متواتره نیست، که این میگه اولا متواتر از این منظور از علم ضروری اون چیزیه که بین همه جمعی ابنای بشره، که اصلا متواتر بگو نداره، معلومه داریم در اون مذهبی بحث میکنیم، بحث درون مذهب ماست، باید که پیغمبر قبول دستن داشته باشه. بعد میگه که اینی که میگی روایات سایر فضائل اصحاب بیشتره، این میگه چرندیه، شما 5 تا بیار بعد با هم صحبت میکنی، همینجوری بستی رفتی کیلویی. بعد میگی که مرحله بعد میگی که اصحاب حدیث کثیری نقل نکردن اینو، کل بخاری و مسلم. حالا میخواد اینو جواب بده، این خیلی بحث مهمیه، و اتفاقا تو این بحث نشون میده که فقط مکابره میکنن برادران عزیز اهل سنت، فقط هر جا دلشون بخواد اینو میگن، هر جا دلشون نخواد نمیگن. به ویژه مرحوم میرحمد حسین با دو نفر دعوا داره دیگه، یکی با صاحب تحفه که عبدالعزیز دهلویه، یکی با صاحب منتهل کلام که حیدرعلی فیض‌آبادیه، که ایشون استقصار در رد دومی و ابقات در رد اولی علیه ما علیه ما نوشته. بله، ما علیه ما دیگه، این آنچه استحقاقش میده. عرض کنم این دیگه عادلانه ترین حرفی که میشه زد. بله، اون هم همینطور، فرق نمی کن آنچه شأنش هست به فراخور حال و اشتها. عرض کنم خدمت شما که اینجا وارد میشه، میگه که آقا عدم نقل بخاری و مسلم حدیث قدیر را دلیل عدم صحت آن نیست، به چند وجه. اولا میگه وقتی حدیث قدیر 100 تا طریق داره، یه محدث همچی حدیثی را نیاره، این طعنه بر محدثه نه حدیث، یه خبری و تمام خبرگزاری ها رفتن که مثلا انتخابات برگزار شد فلان رئیس جمهور شد، یه خبرگزاری خواب کلن هنوز زمان شاه، دیگه این طعنه بر اینه، این طعنه بر اینه که خبر نداره. اولا 100 تا طریق حداقل داره، مثلا چند تا کتاب بگردید یه وقت ببینید چند تا حدیث داریم
که افراد براش صورت گرفته باشه. یعنی یه کتاب برای یه حدیث نوشتن. چند تا کلن داریم؟ اولا میگه که ایشون میفرماد که بران است که اینها به سبب ابتلا به حب شیخین کتمان حق خواستن. یعنی بخاری مسلم به حب شیخین خواستن کتمان کنن مطلبو. اولا طعنه بر بخاری و مسلم. دوم میگه قاعده تقدم مثبت بر نافی. قاعده تقدم مثبت بر نافی از مسلمات دیگه. یه نفر میگه، یه نفر نه آورده، یه نفر آورده. شما هر حدیثی یه جا هست یه جا نیست، میشه گفت چرا فلانی نگفته؟ این که دلیل نشد. بعد شما بگی که هر حدیثی باید در همه کتب روایی اومده باشه، یعنی یه نفر نقل نکرده، دو نفر نقل نکردن، پنج نفر نقل نکردن. شما چند تا حدیث دارید که همه نقل کرده باشه؟ کل بخاری چند تا روایته؟ 2700 تا روایته دیگه، چون مکرراتو بذاری کنم. همه‌شو مسلم نقل نکرده این 2700. در صورتی که ما جلسه جون سلسله احادیث صحیحه ببینید چقدر روایت داره. بعد قاعده مثبت بر نافی خودتون قبول دارید چند تا مثال میزنه که من یکی دو تا اشاره میکنه. مثلا مثبت بر نافی رو من نمیشناسم. ایشون مثلا میفرماد که فلانی گفته صفحه 259 صفحه 260 اینا ارجاع داده تا من یک شو بخوام بخونم. مثلا میگه فلانی صنعانی گفته که مضعف ازالم یبین سبب التضعیف نافن. وقتی میگه فلانی ضعیف است و المثبت اولا من النافی، تا مثلا ابن قیم رو بگیم که جگرگوشه ابن تیمیه است. ابن قیم نه تنها مثبت بر نافی بلکه مثبت بر منکر هم قبول داره. میگه یه روایت خوندن زهری گفتش که ما سمعنا هذا من حدیث رسول الله. ابن قیم میگه صفحه 264 این کتاب جلد 2 میگه اسماعیل محمد بهش گفت اکل حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد سمعته، تو همه حدیث پیغمبر شنیدی؟ قال الله، قال فنصفه، نصفشو شنیدی؟ زهری گفت لا، قال یکیشو آقا فرمودن پلیس شاتا، یکیش هم گفت فعجل و هادا. البته اینجا باید دید که فجعله یا فعجلوه، چون نویسنده تایپی یه همزه گذاشته رو الف. حالا یا نویسنده گفته فعجل و هادا فی نصف الذی لم تسمع، من اینو میگذارم جز اون نصفی که تو نشنیدی. تو کلشو که نشنیدی نصفش هم نشنیدی، پس این روایت شاید جز اون نصفه بوده. این من دلیلی دارم بر روایت اینکه زهری نشنیده. خب نشنیده باشه. یا البته بعد به متن اصلی زاد المعاد رجوع کرد که این فجعل هادا، میگه اینو بذار جزو نصفی که نشنیدی. حالا اینی که اینجا ضبط شده فجعل هادا، این هم یه نمونه. بله میرسیم، حالا به بحث سه ها میرسیم. این بحث رو مطرح میشه، دارم آروم آروم میام جلو دیگه. بعد میگه که آقا عرض کنم محضر مبارک شما که میگه باز ابن قیم یه جایی گفته شیخ الاسلام ابن تیمی روایت رو تضعیف کرده به خاطر فلان و اینا. بعد ابن عمر چی گفته؟ ابن عمر هم گفته من اینو اینجوری قبول ندارم، من اینجوری نشنیدم. میگه هادا لیس به علت اصلا، صفحه 266، فان ابن عمر انما اخبر اما حفظه من فعل النبی. میگه ابن عمر داره از آن چه از فعل پیغمبر حفظ کرده میگه، نه اون اینو که نبوده، که همیشه که چسبیده پیغمبر نبوده. اگر نه شما بگید این روایت رو تمام اصحاب نقل کرده باشه، دائما تمام اصحاب که رصد نمی‌کردن پیغمبر رو. که میگه ابن عمر گفته من اینو نشنیدم، نه این که این حدیث نیست، ابن عمر ندیده. ولی دلیل داشتیم کسی دیگه دیده دیده. بعد میگه فلا تنافی بین الحدیثین، چرا فلان. بعد یعنی میاد میگه آقا مواردی رو مرحوم این حسین میاره که قاعده تقدم مثبت بر نافیه. این همه اومده، شما در بخاری مسلم نیومده. خب اونا اومده دیگه. فرمایش دارین؟ یه مصدری
دسترسی نمید. الان این بحث ابن عمر به چیز نبودا، به قدیر نبودا، دقت فرمودین. یعنی اینکه یه مطلبی یه جا بیاد بقیه جا نیاد اگر شما قرار باشه. بله یه وقتی نویسندهی شوت ضابط نیست. من اون تو ساعت پیش گفتیم آقای ترهی عالم برجسته بزرگیه، ولی دیگران گفتن آقا این چیزایی که این تکیه آورده دیگران نیاوردن ما بحث داریم روش، دقت میکنین. اگر نویسندهی حواس پرت دقیق نیست اینا، بله یه چیزی رو تنها بیاره بقیه نیارن، ولی اینجا بحث افراد نیست. میگه صد تا طریق داره، صدها کتاب آوردن، بخاری نیاورده، این چه دلیلی شد؟ اولیشو میاد میگه قاعده، اولا که تنه بر خلفا، ثانیا قاعده تقدم مثبت بر نافی، چند تا مثال میاره که خودتون قبول دارید، چون اگه اینو نخواهید بگید هیچ جا نمیتونید. هر حدیثی رو تو فقه، تو عقاید، هر چی بگم میگن کجا نیومده، پس این قبول نیست. درسته؟ قرارم اگر قرار فقط بخاری و مسلم باشه، مستد احمد بریزید دور که ابن تیمیتون قبول داره. 2700 تا شو اگر همش هم آورده باشه مسلم، اون 20000 تا دیگه، 25000 تا دیگه چیه تو مسلم؟ اینا تو بخاری نیست. این چه دلیلی آخه؟ حالا جلوتر میبینید خودشون قبول ندارن، هر وقت میخوان چماق تو سر ما بزنن اینو میگن. مخصوصا اینجا فتیل پیش میکنه ایدر علی فیض‌آبادی رو، چون نمیتونه همه کتاب ایدر علی رو نقد کنه، در استقصا وقت نمیکنه، یه بخش کوچیکش رو نقد میکنه. هر جا تو ابقات گیر بیاره یه چک به ایدر علی فیض‌آبادی هم که اونجا وقت نش، چون پاسخی که اونجا داده مثلا یه محدودی از صفحات کتابو نقد کرده، اون همه شده. هر جا به مناسبت بیاد یه تکم به حیدر علی میزنه که اینجام چرند گفته. لذا جلوتر میبینید که تناقضای حیدر علی هم اینجا میاره. یعنی ما باید تو فضای نویسنده نفس بکشیم دیگه. یعنی زدن حیدر علی فیض‌آبادی اونجا یه جورایی مثل سروش محلاتی برای ما بوده. یعنی میخواد حیدر علی فیض‌آبادی رو نقدش کنه هر جوری شده. لذا به مناسبت میاره. یعنی باید تو فضای او باشیم. او میخواد اون شبهه او رو برطرف کنه. عرض کنم خدمت شما که بعد میگه که خود مخاطب، یعنی خود دهلوی صاحب تحفه، در کید هشتم از باب دوم یه بخشی از کتاب تحفه اسماعیل شیرینی که میگه شیعیان کیدایی دارن، خالی بندیایی میکنن، همه گول میخورن و من این کیدا رو میگم که شما گول اینا رو نخورید. خیلی هم بحث مهمیه. اخیراً به زودی ان شاء الله از رفقای ما یه گروهی منتشر میکنن تقلیب المکائد رو، یعنی پاسخ به این که اینا که گفتید چیا دروغ میگن، خودتی و پدرت و دروغ نیست. دقت کردی؟ تقلیب المکائد، میخواد مکائد رو فن بزنه، مکائد رو برگردون. این قبلا نوشته شده در هند، ولی اخیرا منتشر خواهد شد انشالله. حالا واردش نمیخوام بشه، مثلا چاپ بشه میارم کتاب اینجا ببینید. خلاصه اونجا که بحث کیدهای شیعه مطرحه، ایشون خود عبدالعزیز دهلوی میگه فلانی انکار کرده، فلانی شهادت داده و شهادت برنفع غیر مقبول است. یکی یه چیزی گفته هست، یکی شهادت داده که نیست. میگه شهادت برنفعی که نداریم که، دقت میکنه اینی که نقل نکرده. میگه خودتم به شبه این قاعده، به فرع این قاعده چی هستی؟ معتقدی جای دیگه. یعنی من دارم یه قاعده میگم که خودت قبول داری، یعنی کسی هم قبول نداره دارم تو رو نقد میکنه. بعد میاد میگه که چهارم، فاضل معاصر مولوی حیدرعلی فیض‌آبادی. خوب آماده میکنه خودشو، مشتشو گره میکنه، میگه در منتهی الکلام اینطور گفته. اینو یادتون باشه، میگه در منتهی الکلام یه بحث طولانی میاره که تو ماجرای مانعین زکات، تو ماجرای مانعین، ماجرای مانعین زکات چیه؟ در بخاری و مسلم اومده که عمر میره پیش ابوبکر میگه بچه اینا رو میکشی، اینا لا اله الا الله میگن. میگه آقا اینا لا اله الا الله بگن ولی
اگر اینا به من زکات ندن، من کسی که بین صلات و زکات فاصله میندازه نمیگه منکر زکاتن و زکات نمیدن، انگار کسی نماز نمیخونه، نه منکر نمازه. فاسق فرق داره با ملحد، با منکر ضروری، درسته؟ او میگه کسی به من زکات نده باهاش میجنگم و میگه اینا. ایشون میگه که وقتی این قریب خلاصه ابوبکر رو دیدن که اگر به من زکات ندن من با اینا میجنگم، مولوی حیدرعلی فیض‌آبادی میگه که اینها، عرض کنم خدمت شما که باز ماجرا رو مفصل نقل میکنه صفحه 268 ببینید، نمیخوام واردش بشم که رد شیم، میگه ایشون تصریح میکنه قاعده مثبت بر نافی مقدمه است را میپذیرد، میگه این داشته باشید تا بعدم بیام سراغش، که صحیح بخاری چیزی در صحیح بخاری نباشد به معنای اینکه صحیح نیست، نیست. عمر میپذیره حرف ابوبکر رو که من میجنگم. بعد میگه احادیث صحیح منحصر، این که سوال آغاز، احادیث صحیح منحصر بر صحیح نیست. میگه اکابر شما گفتن، از جمله نووی که مهمترین شرح صحیح مسلم داره، میگه دارقطنی گفته این چی صحیح بخاری، تو میگی صحیح بخاری، صحیح بخاری یعنی همینا صحیحن. دیدی تا شما مثلا میگی ما انقلابی هستیم، یعنی ما نیستیم، میگه آقا اثبات شی که نفی معادا نمیکنه، ما هستیم، خب شما هم باش. میگه بگی من گرسنه هستم، یعنی ما نیستیم، میگه خب شما هم باش، ما به شما چیکار داریم. دارقطنی میگه چی صحیح بخاری، صحیح این همه روایت صحیح تو کتاب تو نیست. دقت کردی؟ نووی میگه که آخه این که حرف خوبی نیست شما میزنی، که شما میگی باید وقتی میگی صحیح جامع و صحیح باید تمام روایت صحیح بیاره. میگه اینا هرگز نگفتن ما همه روایت صحیح رو جمع کردیم. هذا الالزام ليس بلازم في الحقيقه فانهما لم يلتزما استيعاب صحيحه. میگه هر چی صحیحه من میارم، که اینی که هست صحیحه، اینی که از صحیح از نظر بخاری به معنی که کلن صحیح اینه که نیست. میگه ما اینا قصدشون این نبود استیعاب کنن تمام روایت صحیح رو بیارن، بل صحن هما تصریح هما، بلکه از اونا صحیح تصریحشون به انهما لم یستوعباه، خودشون هم تصریح کردن ما همه صحیح ها رو نیاوردیم، اینی که آوردیم صحیحه. و انما قصدا جمع جمل من الصحیح، یه جمله ای، یه بخشی از احادیث صحیح آوردی. لذا کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم از نظر خود بخاری و مسلم همه صحیح ها نیست. بله الان بله از نظر نویسنده صحیحه، خب ولی نمیگه هر چی حدیث صحیح آورده، اونی که هست صحیحه میگه، نه هر چی صحیحه، از نظر خودش دیگه. بله میگه آقا اولا این حرف کی؟ نووی، که خب شارح برجسته است. بعد میگه که در منهل الروی فی علم اصول حدیث النبی، که مال محمد ابن ابراهیم ابن سعد الله ابن جماعه فلان، میگه قال البخاری ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح، من جز صحیح نیاوردم و ترکت من الصحاح، به خاطر تطویل نشدن بخشی از صحاح هم نیاوردم، یه کتاب نوشتم دیگه. یا مسلم گفته لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ها هنا و انما وضعت ما اجمع علیه، من آنچه اجماع شده بر صحتش آوردم. اینو بزرگان اهل سنتن که از اینا نقل کردن، ولی مسند صحیح نیست، ارجاع نداده، منم رجوع نکردم. در مقدمه هست؟ بخاری مقدمه نداره، مسلم داره. مقدمه مسلم نیست؟ یادم نیست این جمله اومده باشه. دوم مال مسلم بود. انما وضعت ما اجمع علی، اینو تو منهل الروی آورده. از بزرگان اهل این کتاب معروفه نزدشون. خب؟ میگه که آقا اینا خودشون گفتن،
کما اینکه به ما بگن آقا شیخ کلینی فرموده اینطوری، در کتابش هم نباشه، ولی متخصصین علم حدیث میگن خودشون اینجوری گفتن. غیر از اینکه حال و موجود همینو نشون میده، هیچ کس در تاریخ اسلام ملتزم نشده صحیح فقط از اهل سنت صحیح. میخواید بگید اشکال دیگه خیلی شنیع‌تر میشه. بله بله بله. ولی بخاری که آخه مقدمه نداره، باید دید از کجا گفته. عرض میکنم تو بحث علوم حدیث اینجوری ها سند نمیگن که علمش به اونا رسیده، غیر از این که واقع خارجی اینو نشون میده. مثلا شما یه نفر رو پیدا نمیکنی بگی به چه دلیل، کی گفته، کجا ادعا کرده که هرچی صحیح آوردم غیر صحیح نیاوردم. البته یادم از بخاری روایت هست که من از بین 100,000 حدیث صحیح اینو انتخاب کردم. این هست، دقت میکنی؟ یعنی یه عالمه حدیث صحیحه من اینو نوشتم. بله؟ ظاهرن داره، ظاهرن داره. نه 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 نه. بین این همه حدیث گشتم. نه. نه نه نه، اونی که میگید مال احمده. حالا رجوع کنید. اونی که من یادمه که داره. میگه شیخ عبدالحق دهلوی گفته احادیث صحیح منحصر نیست در صحیح بخاری و مسلم. آخه این حرف میدونید، یعنی این حرف هیچ کس خلاف این قائل نیست. ببین مثال به شما بگم، گوش بدید، مثال بزنم براتون بگم. مثلا فرض کنید علامه هلی ذیل مثلا فرض کنید که عدتون من اصحابنا، میگه کلینی وقتی میگه عدتون من اصحابنا گفته که در فلانجا یعنی این. خب اما علامه هلی 300 سال فاصله داره با کلینی، اون جز متخصص اون علم دیگه، بهش رسیده، هیچ کس هم انکار نکرده که علامه هلی بی خود کرده اینجوری گفته. دقت میکنی؟ حالا نهایت شما میگه ما در اتصال بحثای علمی اینجوری نیستش که لزوما سند متصل حدیث که نقل نمیکنه که. دقت میفرمایید؟ غیر از این که مطلبی که داره میگه با واقع خارجی جوره. و نکته اینجاست که خودشون گفتن. این داره الان کلن کتاب جدلیه. خودتون اینطوری گفتید، اصلا غیر از این هیچ کس قائل نیست از شما، چیه که به ما میرسید یه جور دیگه حرف میزنید؟ وگرنه میگه این همه کتاب رو رد نوشتید به این حرف، خودتون غیر از این قبول دارید؟ یعنی در فقه شما به حدیث غیر بخاری و مسلم استناد نمی کنید؟ کل کتبتون چرندیات و ضعافه؟ کل کتابتون همین 2700 روایت درسته؟ اصلا ما قبول داریم اینو، شما بپذیرید همه رو بریزید دور، ما هم کوتاه میه. چیزی میمونه براتون اصلا؟ اینم نیست آخه، اینم دلیل میخواد. مثلا فرض کنید که اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، که این قدم بهش استناد کنید، این هست تو بخاری و مسلم، فراوان نیست. دقت میکنید؟ عمده روایات نیست اینجا. حدیث عشره مبشره هست تو بخاری و مسلم، خیلی چیزا نیست. یعنی صحیح فقط ایناست یا عند التعارض فقط قول این دوتا راجحه؟ حالا میریم جلوتر میبینید چه جوری اینو میزنه. نیست، از اول دلیل نداریم، خودتون که اصلا عمل نکردید. میگه آقا شما وقتی دارید بحث علمی میکنید، میگه شیخ عبدالحق دهلوی گفته احادیث صحیح منحصر نیست در بخاری و مسلم، ایشان استیاب نکردن تمامی صحاح را، بلکه بعض سه ها که نزد ایشان بود و بر شرط ایشان عرض کنم خدمت شما اونا رو برداشتن آوردن. قبلی هم بودن که زدن. بله حالا میرسی. بله خب مثلا کلینی نقل نکنه، اگه اونا بیان به ما بگن کلینی نقل نکرده پس تشنیه مثلا باعث ذنب کلینی اینجا، ما قبول میکنیم. اگر روایتی 100 تا طریق داشته باشه کلینی نیاورده باشه، واقعا شما دیدید چی شده که نیاورده؟ خب این به معنای نیست که اون روایت به درد نمیخوره، باید به یک دلیل پیدا کنیم که کلینی رو از حالت مثلا فرض کنید نقل یه چیزی به این مهمی نجاتش بدیم، نه اینی که اون روایت رو بزنیم. مثلا این چی شده؟ نسخش به دستش نرسیده. بله نه، علامه دهلوی
نه ببین ایشون توی بحث چون با یه هندی داره بحث میکنه، تمام هندیان هم از مشایخ اینا رو که حرفی که داره میزنه رو گفتن و میگه، میگه هم خودتون هم الان دارید میگید، بابات گفته، فراوون داره میگه بابات اینو گفته، استاد بابات اینو گفته، شیخ اجازه خودت اینو گفته، دقت میکنی؟ میخواد طرف رو بیشتر منکوب کنه. نه اینکه مثلا عبدالحق دهلوی خیلی آدم بزرگیه، نووی گفت بس بود، اصلا نووی که گفت بس بود، ولی میخواد بیا همین رفیقا کوتاه محلی ها هم حجره ها همتون گفتین. بله ولی خب سن مال کیه؟ وقتی میگه نووی گفته از جهت قدمت بسه، دقت میکنی؟ او استناد به کسان میکنه که نزدیک خودشه. این علت این که از اینو ذکر میکنه اینه، یعنی تو فضای جامعه او یه نکتهش اینه که میخواد تو هند داره حرف میزنه دیگه. بعد میگه که مثلا شمس الدین محمد علقمی که از مشایخ اجازه شاه ولی الله والد خودته، میگه استاد بابات گفته، اما قولهم انه لیس فی الصحیحین فلیس بلازم فی صحت الحدیث کونه فی الصحیحین ولا فی احدهما. میگه استاد بابات گفته لازم نیست حدیث صحیح حتما تو این کتاب ها جفتش یا تو یکیش باشه. چی دارید میگید شما؟ دقت میکنی؟ بعد میگه ابن قیم هم اینجور گفته. میگه ابن قیم به جهت ابن تیمیه میگه دیگه. میگه ابن قیم در بحث نقلن عن المانعین لوقوع طلاق به کلمت واحده، آیا با یک کلمه واحد طلاق واقع میشه یا نه، به جواب کسانی که قائل به وقوع هستند و در حدیث صحیح مسلم قدح میکنند، یعنی عده گفتن این تو مسلمه در بخاری نیست، خب ابن قیم اینجور جواب میده، اما المسلک الاول و هو انفراد مسلم به روایته، اونایی که گفتن مسلم انفراد داره یعنی و اعراض البخاری ان بخاری نقل نکرده، فتلک شکات ظاهر ان کآره. این چیه ماجراش؟ امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داره، یعنی این عیبیه که به شما دامن شما رو نمیگیره، به شما ربطی نداره. مصرع اولش اینه، و ایره الواشون انی احبها، هوا میگن که، یا مثلا ملامتگران میگن چرا اینو اینقدر زنه رو دوستش داره، بعد مثلا این آخونده دختر محل رو دوست داره، فرض کن ایر هلواشون انی احبا که من اونو دوستش دارم، و تلکه شکاتون فتلکه شکاتون ظاهرون انکه آروها، این یک گلایه که آرش به شما بر نمیگرده، فضولی نکنید. این یعنی که اصلا پتو رو بندازه آقا سردت نشه، یعنی اصلا ورود نکن تو این حرف، دقت میکنی؟ بعد توضیح میده و ما در رزالک الحدیث انفراد و مسلم بهی شیئن، به حدیث ضربه ای نمیخوره، ضرری نمیخوره از این که مسلم فقط نقل کرده، کم قد احتج البخاری به احادیث خارج از صحیح. میگه بخاری چقدر به روایتی استناد کرده در جاهای مختلف که تو صحیح خودش نیاورده، و لیس لها ذکرون فی صحیحی، ذکری در صحیح خودش نیست، و کم صحه من حدیث خارج عن صحیحه، چقدر تصحیح کرده، چقدر احتجاج کرده. خود بخاری این چیزی که شما میگید قبول نداشته که صحیح فقط اونیه که تو کتابمه. بعد میگه اما فاضل معاصر، فاضل معاصر یعنی هم حیدرعلی فیض‌آبادی تو منتهی الکلام، میگه بالجمله محو حیرتم، من اصلا تعجبم اینا میخوان حنفی ها رو خراب کنن، میگن مطالبی روایاتی نقل میکنن که بخاری و مسلم نیامده. خب حنفی ها با بخاری و مسلم خوب نیستن، آخر صفحه 273 وارد 274 میشه. میگه اگه کسی انصاف داشته باشه نباید بگه که مثلا بخاری اون روایتی که حنفی ها میگن نقل نکرده قبول نداره. بعد توضیح میده مفصل که عرض کنم خدمت شما که
بعد فیض آبادی اینجوری میگه: به حمد الله که از غایت انصاف مؤلفین صحیحین به نص قطعی تصریح کردن. فیض آبادی داره ادعا میکنه این حرفو بخاری و مسلم زدن که احادیث صحیحه را در جمع و تلفیق ما محصور نباید پنداشت، فقط اونی که ما داریم صحیح نیست، بلکه احادیث صحیحه دیگر بسیار است که قصد ایراد آن نکرده ایم. اینم میگه خودت گفتی، حالا خودش فلان فلان شده بعدن خلاف این عمل میکنه. خیلی چک خوبی زده انصافا میشه، جلوتر بریم ببینیم. میگه خود آقای فیض آبادی هم اینو گفته، آقام فیض آبادی هم اینجوری گفته. بعد میگه خب حالا که دیدی که آقایون بزرگان تو بحث علمی میگن کی گفته که هرچی صحیحه تو بخاریه، حالا من به شما چند تا متعصبم نشون بدم. شاخ متعصب این کیه؟ ابن تیمیه است. میگه ابن تیمیه در منهاج السنه به جواب حدیث ما اقلت الغبرا ولا اضلت الخضرا الا ذی لهجه استغمن ابی ذر، این روایت که زیر آسمان راسکوتر از ابو ذر نیست، میگه هذا الحديث لم يروه الجماعه كلهم ولا هو في الصحيحين. میگه چی دیدید شاگردش ابن قیم اینا دیدید چی میگفتن؟ به ما که میرسه استناد به حدیث صداقت ابو ذر میکنه که در صحیحین نیومده. میگه اینی که ما گفتید حدیث قدیر صحیحین نیومده که چرند گفتید؟ خودتونم میدونید اسنادی آورد که آقا قبول دارید اینو که آنچه صحیح هست فقط محصور به این دو تا کتاب نیست. بعد میگه آقاتون ابن تیمیه چند بار این کارو کرده که این در صحیح نیست، در صحیح نیست. نه آخه دلیل لازمه. ابن تیمیه وقتی داره خلاف نظر مشهور میگه دلیل بیاره. این یعنی چی؟ یعنی که آنچه صحیح هست، این که شما یه روایتی صحیح بخورم میگم در کافی نیست. مگه دلیل داره چون در کافی نیست؟ نیست. کی گله اینی گفته فقط آنچه صحیح است آوردن و هرچه هست نیست؟ اولا تقلید از اجتهاد بخاری و مسلم به چه دلیله؟ ثانیا خودشون هم نگفتن، تصریب غیر خلاف کردن. خب یا ذیل تفرق و امتی علا سب این فرقه، میگه ولی حدیث لیسه فصحیحه، میگه این نقد شما نقد نیست. چند تا مثال دیگه هم میار. ابن تیمیه با اینکه تو صحیح نیست میپذیره اون حدیثو؟ بله. ابن تیمیه با اینکه اون حدیث تو صحیح نیست اون حدیثو میپذیره؟ خودش سر جاش خیلی جا پذیرفته. بله عرض کردم مثلا سر اینی که مثلا اقتدا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر، ابن تیمیه میپذیره ولی تو بخاری و مسلم نیست. ولی اینجا که میخواد روایت ابو ذر رو بزنه میگه لیس فی الصحیح. یعنی یه قاعده درست کردیم چماقه، بخوایم میزنیم نخوایم غلافش میکنیم، بنا نیست حق بگیم. بعد از این میاد میفرماد که میگه از باب نمونه دیگه از موضوع خارج میشه، میشه میگه شاه سلامت الله در معرکه الآرا داره نسبت هندیای زمان خودش نقد میکنه، گفته این حدیث که گفتن کرار غیر فرار تو حدیث رایت، اینم آقا در بخاری ذکر نشده. میگه آره دیگه، هر وقت به بحثای فضائل میرسه شما یه چماق لیس فی الصحاح صحیح بخاری مسلم دارید میکوبید تو سر ما بی خودی. دقت میکنین؟ از باب نمونه میگه میخواد به ما بگه آقا اون جاهایی که ضررشه به این استناد. تسامح این نیست اصلا، هیچ ربطی اون نداره انصافا. کجا اونا هم یه مشاملهی میکنم یا بعد اگه صحیح هم نباشه بازم فضایل رو میپذیم، شاید یه قاعده دیگه این مدلی ده. نه برعکس دارید میگید، میگه حدیث رایت در بخاری مسلم هست، عبارت کرار غیر فرار توش نیست، پس ولش کن. میگه آقا خب مگه باید جمله حدیث عیناً تو بخاری باشه؟ با ادامه‌شو نیاورده، همون ادامه همون نقده دیگه. میگه شما میگه در بخاری و مسلم نیست، میگه دای بی خودی کردید، خودتون تو علوم حدیث اینو قبول دارید که آنچه صحیح است در بخاری و مسلم محصور نیست. خیلی هزاران هزار در فقه داریم که از عرض کردم اگر اینا جرأت دارن بگن فقط بخاری و مسلم همه کتاب رو بدیم دور، ما عازم از قضیه دست بکشیم، هیچی باقی نمیمونه. فراوانه بله،
حالا جلوتر فراوان میگیم خودش ترجیح میده روایتی رو بر بخاری، فراوان اینجوری داریم، در فقه که خیلی داریم، تو عقاید هم داریم که حالا میخونیم، میرسه الان. میگه شاه سلامت الله در معرکت الآراء، صفحه 276 این کتاب. بعد میگه و اعجب عجایب آن است که فاضل معاصر مولوی حیدر علی هم با آن همه کبر و غرور. مولوی حیدر علی فیض‌آبادی وقتی اون کتاب منتهی کلام نویسه خیلی رجز میخونه علیه شیعه، میگه از شیخ مفید تا حالا همتون بیاین جمع شین، هم نمیتونین جواب هم بدین، جمع کنید برید. یکی دو نفر هم جواب میدن گند میزنن، کار بدتر میشه. تا مرد خدا مرحوم امام حسین رحمت الله علیه کتاب استقصار رو مینویسه و او از هند سفر میکنه میره. لذا هر جا راجعش صحبت میکنه از کبر و غرورش میگه خیلی رجز خونده. به اون فرارش هم خیلی قشنگ بعضی وقتا تیکه میدازه، ولی معمولا به کبر و غرورش استناد میکنه. یه حیدر علی هم با آن همه کبر و غرور و تعلی و استکبار و نخوت و افتخار و دعوی تحقیق و تنقید و تیقظ و تنبه بعد از تهافت و تناقض با وصف آنکه مکررن عدم انحصار صحا در صحیحه این را خودش گفته بود، ما ملان خوندیم، به این روایت که میرسه میگه چون این در بخاری نیست من قبول ندارم. چرا؟ چون روایت علیه عایشه است. دقت کنید ماجرا اینه، میگه که ابو روایت اینه لما احضرت قیل، وقتی محتضر شد یا بگیم احضرت، قیل لها ما میخواییم تو رو کنار پیغمبر دفنت کنیم، اجازه میدی؟ گفتش که ادفنونی ما اخواتی بالبقی، منو با سایر خواهرام یعنی همسرای پیغمبر تو بقی دفن کنیم. فانی قد احدثت امورا بعده. احدثت یعنی چی؟ کل ما احدث بعد رسول الله بدعه، من این کارایی کردم بعد پیغمبر، منو کنارش دفن نکن. میگه ابو عبدالله محمد ابن یوسف ابن چیه زرندی در الاعلام به سیرت النبی روایت کرده که این آقای فیض‌آبادی اینجوری میگه، میگه ما به صحت حدیث که این از جانب ام المؤمنین باشد قبول نداریم. فیض‌آبادی میگه چرا؟ سند من روایت بخاری است. سندی که قبول نداریم، دارم صفحه 278 رو میخونم. سند من روایت بخاری است که از لفظ مذکور آریه. چه قسمتی؟ انی قد احدث تو. این جمله شو نیاورده بخاری، ما هم قبول نداریم، چون در بخاری نیامده. میگه شما که میگیر میدادید، چرا به حنفیه گیر میدید احادیثتون در بخاری نیست و اینا، گفتی مصنفین منصف بودن، همه الان خوندیم که اینا نگفتن هرچه که محصوره به روایت ما. اینجا که عایشه خانم را دارن بهش خلاصه ازش روایتی نقل میکنن که بدعتگری کرده، اینجا میگی نه سند من روایت بخاری است، چون در بخاری تیکه دوم نیومده ما قبول نداریم. خلاف اون چیزی که گفتی دیگه، تناقضه. بعد میگه که چون روایت بخاری اینجوریه که اوست عبدالله ابن الزبیر لا تدفنی معهم، منو کنار بقیه بابامو عمو عمر و پیغمبر دفن نکن، ودفنی مع صواهبی بالبقی، منو کنار همسر پیغمبر تو بقی دفن کن. میگه چون بخاری اینجوری گفته، اون فانی قد احدثت و اموراً بعده رو نگفته، فلا یدل على صدور الاحداث عن ام المؤمنین، پس این دلالت میکنه که صدور احداث از ام المؤمنین صادر در نشده، چون بخاریه دیگه، تو بخاری نیومده اون. و روایت صاحب اعلام در باب 13 از کتاب مذکور بی سند است، سند هم نداره. چرا آقا مرحوم میرانسین از اینجا شروع میکنه؟ میخواد همزمان دوتا رو با هم بزنه، هم دهلوی میخواد بزنه هم فیض‌آبادی. میگه آقا جان اولا بی سند ذکر نکرده صاحب الاعلام،
بلکه ارسال مسلم گرفته. یعنی اول که میخواد توضیح بده میگه عایشه تزوجه، مثلا بذارید متنشو بیارم، ثم تزوج رسول الله بعد خدیجه عایشه بنت ابی بکر و هی بنت ست سنین فلان. میگه اصلا سند نمیگه، اینجا داره نظر خودشو میگه، یعنی ارسال مسلم گرفته مطلبو. بعدم میگه گفت آخر عمرم منو دفن نکنید پیش پیغمبر، انی احدثت امورا. حالا یه جزئیاتی گفته که نمیخوام وارد بشم، طول میکشه. بعد میگه علاوه بر این، چرا اینو میگه؟ آقا چون این کتاب خیلی کتاب گیر آوردن براش سخت بوده. بنده زودتر از اینکه این حرفا رو بزنم یه جواب داشتم بدم، چون کتاب دست من هست، ایشون دستش نرسیده بوده. میگه علاوه بر این جوابی بس نقض و مفهم، یعنی دهنتو ببندم خفت میکنم الان، که فاضل معاصر را عاجز و ساکت و حیران و صامت گرداندم میگن و فقط به مجرد ذکر سند اکتفا نکرده، سندی که در حد روایات بخاری و مسلمه، دارم صفحه 281 میگم، یه چیزی در اون حد بهت میگم. بعد عبارتش اینه: حاکم در کتاب مستدرک که نسخه آن بعد تفحص و تلاش بسیار به محض عنایت پروردگار به دست این خاکسار افتاده، اینجوری گفته. کتاب دست ما همه جا هست، الان 10 تا نسخهش تو اینترنت هست، ولی او گشته پیدا نمی‌کرده که، چاپ نشده بوده که. لزوما خیلی زحمت کشیده که این کتاب، شما کتابی نیست، شما یه چرخ بزنید ببینید استقصا، خود استقصا مرحوم میران حسین میتونید پیدا کنید، منتل کلام میتونید پیدا کنید، اینا که جدیده تازه، ازالت الغین میتونید پیدا کنید، خیلی چه برسه به کتاب قدیمی تر. اون روایت اینه، میگه به سند، میگه حاکم گفته این حدیثی که الان کاشانی میخونه صحیح علی شرط شیخین، صحیح علی شرط شیخین هم است، روایتی در حد بخاری و مسلمه. چیه؟ اینه که عایشه گفت انی احدثت بعد رسول الله حدثن ادفنونی من از واجه فدفنت بالبقی، گفت من بعد از پیغمبر احداثی درست کردم، منو کنار پیغمبر دفن نکنید. بنده یه جمله اضافه میکنم که ذهبی در تلخیصش به این کتاب حاکم تایید میکنه که این حدیث علی شرط شیخین، اینو نگفته دیگه مرحوم میران حسین، چون احتمالا تلخیص ذهبی به دستش نرسیده بوده. رسیده؟ دیدید؟ ندیدیم ما، تلخیص ذهبی به دستش نرسیده. حالا همه جا هست، این هنر نیست که من این حرفو میزنم. بخاری و مسلم شروطی دارن که تو بحث علم حدیث خیلی مفصله که اینا چه شروطی برای پذیرش حدیث دارن که چه حدیثی صحیح هست، بحث مفصل هم در مقدمه صحیح بخاری فتح الباری ابن حجر هست، هم مقدسی اصلا شروط ائمه نوشته، شروط ائمه کتاب داریم فراوون، یعنی شرط این امام محدث برای پذیرش حدیث چیه، شرط اون چیه، هم در ذیل زندگی نامه هاشون نوشتن، هم در کتب حدیثی در علوم حدیث فراوان بحث شده شرط این چی بوده. مثلا حتما باید دو تا ثقه اینو توثیقش کنن، مثلا باید اجماعی باشه، مثلا چی باشه، یا نه فقط ثقه عادی باشه، شرط داره. خب حاکم نیشابور میگه این حدیث هم شرط بخاری را دارد هم شرط مسلم، یعنی جزء احادیثی است که بخاری میتونست بیاره، اون گفت من یه عالم حدیث صحیح اینقدرش آوردم، میتونست اینو بیاره، نیاورده، یعنی این حدیث اینقدر قدره، دقت میفرمایی؟ لذا عده زیادی کتاب مستدرک نوشتن، مستدرک بر بخاری و مسلم نوشتن، یعنی آقا تو که این شروط رو قبول داری این روایاتم اون شرط رو داره. مهمترینش الاحادیث المختاره ضیاء مقدسیه که سعی کرده روایات علی شرط شیخین نیامده در بخاری مسلم بیاره، ولی معروفترینش حاکم نیشابوری نوشته، حاکم معروفترین رو نوشته، ولی اون که خودشون قبول دارن مال ضیاء مقدسیه. خلاصه حاکم آورده، ذهبی هم تایید میکنه که این علی شرط شیخین هست،
که عایشه گفته من دفن نکن کنار پیغمبر. ولی میگه آقای فیض‌آبادی که خودش حیدرعلی که میگفتش که حنفی‌ها رو اذیت میکنن چون روایتشون رو میگن در بخاری نیست، در حالی که خود اون دوتا منصف بودن، خودش سر جاش وقتی میخواد از دست حدیث عایشه فرار کنه میگه نه در بخاری نیومده، ولش کن. یه بحث اینجا نگه داره، میرسه به بحث حدیث از زهرا. این بحث مطرح میشه، میگه آقا جان شما رسیده به ماجرا از زهرا، روایات آشغال رو بر صحیح بخاری و مسلم ترجیح دادین. اینجا میگید روایت قدیر در صحیح بخاری مسلم نیامده. خب شما مورد داشتیم روایات و مقابل صحیح بخاری و مسلم روایت مرسله رو ترجیح دادید، دقت فرمودین، اون ور افتادید. حالا صفحه 283 این بعدن ادامه میدیم. یه چیزی هم من تو کانال گذاشتم، یه توضیح اولیه بهتون بدم. بله ببینم پیداش. یه فقیه برجسته معاصر سوری یه کتاب داره بهتون الفقه الاسلامی و ادلته، خیلی کتاب پرفروشی هم هست، تو همیشه هم نمایش کتاب خودمان میارنش، جزء ششم صفحه 673 اونجا که بحث امامت مطرحه، صفحه 675 یه جمله ای گفته که حالا باید بهش بپردازیم. میگه حدیث قدیر خم الواقع انها ذل حدیث غیر صحیحن. عجیب از یه فقیه، به نظر من اینم چون مخش کار میکرده اینجور چرند گفته، یعنی چون انصافا راجع به حدیث قدیر کسی بگه غیر صحیحه خیلی شوت زده. چی بوده تو محتوای حدیث که حاضر شده این شوتو بزنه که اونو نگه؟ میگه این حدیث غیر صحیحه، ایجی گفته لا صحت للحدیث، ابن تیمیه گفته اینجوری، باقلانی گفته اونطوری، طفتازانی گفته اینطوری. بحث امامت دیگه، فقه سیاسی، حاکمیت بعد از پیغمبر. بعد میگه اینجا چهار تا نظریه هست، یکیش نظر شیعه است که بر نص نظر شیعه رو نقد کرده. صفحه 673 تا 679 شو بخونید، این آدم مهمیه، الان خیلی تو دنیا اسم داره، لذا رد کلامش. اسمش وهب زهیلی یا زهیلیه، پس این ضبط اسم این شکلی. این یه تفسیر مهمی داره، خیلی پرشمار و پرفروشه تو فضای دانشگاهی و اینا مطرحه، هم یه فقه مهم داره، وهب احتمالاً زهیلی. بعد نگاه کرد ضبط اینا رو نمیشه حدسی گفت، بعد هم نگاه کرد این زهیلی یا زهیلی، احتمالاً زهیلی باید باشه. نه 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 سوریه تا اونجا که یادمه و اصحاب حدیث هم نیست، باید نگاه کرد یادم نیست الان، ولی هم تفسیرش خیلی مورد اعتناس هم فقهش. این هشت جلدی این الفقه الاسلامی و ادلته تلخیصش هم هست، یعنی مسلم قلیپورشون رحمت الله علیه، رحمت الله علیه به مسلم قلیپورمون شونو کار نداریم، برداشته کتاب و تلخیص کرده تو یه جلد، کتاب درسیه، خودش کتاب اصلیه، معمولا هر سال نمایش کتاب میارن این کتاب، و یه وقتی لازمه که این چون معاصره و آدم مورد اعتنایی تو فضای دانشگاهی مطرحه، این 6 صفحه رو یه نقد و بررسی بکنه آدم، یه صلواتی مرحمت کنه.